ما منکر نقاط ضعف نیستیم، اما این که رو منبر رسول خدا بشینه و جوری حرف بزنه که شبکه وهابیت مبلغش باشه، این مگه هنره؟ وهابیت خبیث میلیاردی داره خرج میکنه که از داعش فرشته نجات بسازه، بعد یه عده محرم به محرم از مداح روزخون ما دارن هیولا میسازن. مداحای محله شما کدومشون میلیونی پول میگیرن؟ یا در به در دنبال خیر برای شام و دستگاه و داربست و اینا؟ اگه کسی 4 تا هیئت رفته باشه میدونه اینا دروغن. حالا 4 تا هیئت و مداح هم اگر اشکال دارن باید همه رو زیر سوال برد؟ با 4 تا حرف بی حساب و دروغ میلیون ها نفر رو دارن به دستگاه امام حسین بدبین میکنن. مگه میشه حرفی نزد؟ امروز میگن بدون حسینیه میشه عزاداری کرد، لابد فردا هم میگن بدون مسجد هم میشه نماز خوند، پس فردا هم میگن خب به جا قرآن میشه کلی کتاب دیگه خوند. والا ما نمیدونیم دوم خروستون رو باور کنیم، قسم حضرت عباستون رو. بعد محرم میگن چه خبرته، همش روزه، همش هیئت، همش حسینیه، بابا جمع کنین بساتو. قبل محرم ها که میشه، یعنی حسینیه که فقط 10 روز بازه، چه دردی میخوره؟ بابا یکم بصیرت. ما خیال میکردیم فقط بصیرت سیاسی رو یه عده‌ای ندارن، حالا بعد برای وجود مسجد حسینی هم بیایم رفع شبهه کنیم؟ بابا خیلی سخته بفهمیم که این حرف از اتاق فکر وهابیت بیرون میاد که بعد یه عده عمامه به سر ساده لو همین حرفا رو تکرار کنن. ایام حج که میرسه میگن حج برای چی؟ پولمونو بریم مکه؟ پولتو بده فقیر. محرم میرسه میگن عزاداری، نذری، هیئت، پولتو بده فقیر. زریح میسازن میگن گنبد، حرم، پولتو بده فقیر. اربعین میرسه میگن زیارت، پیاده روی، پولتو بده فقیر. امروز هم که به حمدالله میگن مسجد حسینیه برای چی مونه؟ خب تو جنگ صفین هم همین رو به امیرالمومنین گفتن، میگفتن چرا علی نظر بده؟ خب خدا نظر بده، ان الحکم الا لله. ببین حرف چقدر قشنگه. خب اینا دروغ میگفتن، چرا؟ چون میخواستن بگن که علی نظر نده. اینا میخوان بگن هیئت و روزه باید تعطیل بشه، خب روشون نمیشه اینجور میگن. ولی کی دلش برای فقیر میسوزه؟ کاری که رضاخان خبیث با زور و سرنیزه نکرد، اینا با 4 تا حرف قشنگ و شبهه دارن انجام میدن. نه یک هیئت، نه دو هیئت، صدها هیئت ما تو این مملکت داریم که شبهای محرم بیش از چند هزار شام دارن به بچه هیئتیا میدن. خب جوونا کیان؟ همه پول دارن یا همونایین که نون شبشون رو جمع میکنن میان هیئت میدن؟ کجا و کی تو این مملکت فقیر و بچه یتیم اینقدر با کرامت رو سفره نشسته شامشو خورده؟ بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینند. تو مملکتی که یه قلم اختلاسش بودجه 30 سال مسجد و هیئت ماست، مشکل ما شده نذری و مسجد و هیئت و روزه امام حسین؟ امام صادق علیه السلام فرمود همه عالم فدا بشد برای امام حسین ما کان صرفا، اصلا اسراف نیست. حواسمون جمع باشه. آیت الله العظمای وحید میفرماید کوچکترین خدشه‌ای به این دستگاه کمر خاتم النبیین را میشکند. امام خمینی رضوان الله علیه فرمود این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته. نه شیعه روها اسلام رو سرمون کلاه نذارن. حرف صادق آل پیغمبر رو باور کن که فرمود درهمی که برای امام حسین خرج کنی خدا ده ها برابرش رو برات جبران میکنه. به کوری چشم وهابیت بگو حسین جان، ای عزیز فاطمه، گیرم که خیمه های تو را زیر و رو کنند، این خانه ها حسینی های تو می شود، حسینی های تو می شود. برمشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. کربلا یا کربلا یا کربلا.